این حمله خانواده های بسیار را داغدار ساخت. کوچه در بکرآباد نیست که در آن یک یا دو خانه ماتم نداشته باشند. انگار این بخش شهر هرات به ماتم سرا مبدل شده است. این خانواده نیز به سوگ دو کودکشان نشستند که در آغوش یک دیگر گلاله باران شدند. علی کمیل و علی سینا برای ادای نماز به مسجد رفته بودند، اما غرق در خون روی دوش دیگران به خانه برگشتند. سر نماز که شیشتیم از جاگ فهمی توفنگی ها داخل میشم به مرمی میزنم. اول نارنجک و چی نبود این تری اینا به مرمی که میزنم، گفتن برار من نزنیم به غلق رو کردی این برار من نزنم. اما طفل با تخت پشت از این غلق بازی میزنم مرمی بزنیم از طورت میکنم مرمی از ویراد میشه میخور بجن از این طفل قلبی تشید میشم. پدرشان نیز در این حمله به شدت زخم برداشته است و در حال حاضر بستری است، اما درد از دست دادن دو کودکش بیشتر از زخمهایش او را آزار میدهند. اینا همون طفل خورتگک 4 ساله بود، همون طفل کلان 14 ساله بود. اینا به مکتب هم سنف 6، همون خود کلان 14 ساله سنف 6 مکتب بود. یکی دیگر از قربانیان این رویداد علی احمد محمدی است. گذرنامه‌اش را گرفته بود و قرار بود به زودی برای ادای حج به خانه کعبه برود، اما انتحار کنندگان چنان تکه و پارش کردند که خانوادهش جسد او را به سختی شناختند. داخلش به داخل صدا کرد، امتیاری صدا کرد و باز یک دیگه صدا کرد. من خودم ایتا دوری که افتادم به پهلو فی به پهلو پشت سرمه 3 نفر 4 نفر از نمیگو سرای قلم شده. نماز که خونده شد خلاص سلام دادیم، سلام که بخستیم بیاودم به چگه خونه افتا گروه پلیدم بیاودم اینجا باشی ساخونه نبودم به شما خونه رفت نکشتم. مادرش نیز گواه این حمله انتحاری در مسجد بود است، اما او جان سالم به در برد. این مادر از حکومت عدالت می خواهد. نان 3 تا بچه دار، یک بچه 10 ساله مادر، یک بچه دختر 7 ساله داره، بچه 5 ساله داره. نان ساک بچه مبستی ماسته بره به مکه نانه ایجیا پرواز دیشتم این شو شو چه ببریده مادر خبا مادر. در این حمله حاجی آصف قادریان پدر فاطمه قادریان سردسته گروه رباتسازان هرات نیز جان باخته است، مردی که به گفته فاطمه بزرگترین پشتیبان این دختر در رقابت‌های رباتسازی در امریکا بود.